واکنش رئیس جمهور در رابطه با طرح حکومت موقت. رئیس جمهور غنی میگوید هر کسی که طرح حکومت موقت را مطرح میکند و مردم وضاحت بدهد. حکومت موقت به اساس کدام صلاحیت اینا مطرح می کنه؟ ما خود رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان است. کسایی که گپ می زنن آزادی دارن. انتقال مواد گرانبها در طیاره های خاص از افغانستان. حکمتیار می گوید که بسته های بزرگ توسته طیاره های خاص از میدان هوایی به خارج از کشور انتقال می شود. در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می نشینند و پرواز می کنند، میرن و می آیند به طور مکرر. و خواسته به طریق انداختن استیضاح ترامپ. جمهوری خواهان از دموکراتان خواهان طریق استیضاح ترامپ شدند تا وی آماده ی دفاع شود. سلام، با خبرهای این ساعت با من روما عادل خوش آمدید. مشروع خبرها. رئیس جمهور میگوید هر آن کسی که طرح حکومت موقت را پیشنهاد میکند باید به مردم حساب بدهد. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی به یک نشست خبری در هرات گفته است آنان که طرح حکومت موقت را مطرح میکنند باید به مردم پاسخ بدهند که نیروهای امنیتی از کی اطاعت خواهند کرد و تقسیم قدرت چگونه صورت میگیرد. رئیس جمهور از طالبان خواسته است تا روابطشان را با پاکستان قطع کنند و تابعیت دوگانه نداشته باشند و به این گونه رابطه دولت با دولت را با پاکستان می خواهد. اشرف خانی تأکید کرده است که در مورد سال با جامعه جهانی به اجماع رسیده است و همچنان در داخل کشور نیز اجماع وجود دارد. این در حال است که بر اساس معلومات رسیده به کابل نیوز، طرح حکومت موقت و حکومت افغانستان و طالبان نیز سپرده شده است. رئیس جمهور غنی هنگام سفر به هرات در رابطه با حکومت موقت واکنش نشان داده است. وی از حامیان حکومت موقت خواسته است که باید در رابطه با این طرح در مورد انقطاع گذشته به مردم پاسخ بدهند و اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی از چه کسی اطاعت خواهند کرد و قدرت چگونه تقسیم خواهد شد. هر کسی که طرح حکومت موقت مطرح میکنه بگوین که امروز سرقماندان اعلی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مورد اعتماد مطلق قوای امنیتی و دفاعی خود است یا نیست؟ آینده قوای امنیتی و دفاعی را اینا چی میکنه؟ دوم، حکومت موقت به اساس کدام صلاحیت اینا مطرح میکنه؟ هر کسی که حرف حکومت موقت مطرح میکنه قیمت انقطاع گذشته را باید به مردم افغانستان حساب بده. به صورت واضح باید بگوییم که در حکومت موقت سوم تقسیم قدرت به چه رقم میکنین؟ به کدام اساس؟ با کدام صلاحیت؟ اشرف غنی از طالبان خواسته است که روابطشان را با پاکستان قطع کنند و از تابعیت دوم صرف نظر کنند. رئیس جمهور به طالبان سفارش کرده است که مرکز صلح را به افغانستان انتقال بدهند و به این گونه روابط دولت به دولت را با پاکستان اولویت می‌دهد. یکی از مهمترین موضوعات صلح است طالبان باید مناسبات خود را با پاکستان قطع کنند. اگر افغان هستند و میخواهند در چارچوب افغانستان زندگی کنند تابعیت دوگانه داشتن هم بدن. فعلا اینا تابعیت دوگانگی دارن. آینده روابط افغانستان و پاکستان از دو دولت مستقل است. دولت مناسبات دولت با دولت ارجعیت. رئیس جمهور غنی طی اظهاراتش در هرات تاکید کرده است که در رابطه به صلح با جامعه جهانی به اجماع رسیده است و همچنان در این مورد در داخل کشور نیز اجماع موجود است. هدف مطلوب صلح امر جامعه جهانی به نتیجه رسیدیم. اجماع ملی وجود داره که ما صلح میخواییم. اما چگونه صلح و به چه قیمت صلح؟ موضوعی که ما باید از همه اقشار مردم بشنویم و یک بخش مردم نبوده
مردم محترم ایران، خواهرها برادرهایم که در او بحث صلح مطرح نبود. رئیس جمهور غنی همچنان در اظهاراتش گفته است که راه آسان و سهل این است که طالبان انتخابات را بپذیرند و قدرت را از طریق اراده آزاد مردم تسلیم کنند. گلبدین حکمتیار میگوید که اخیراً تیاره های ناشناس وارد افغانستان میشوند. اشیای گرانبها را به حمایت مقام های بلند رتبه به خارج از کشور انتقال میدهند. رهبر حزب اسلامی که هنگام خطبه یا نماز جمعه سخنرانی میکرد گفت که در این اواخر برخی تیاره های بدون هیچ نام و نشان و لوگوی به افغانستان میآیند و امنیت آنان توسط نیروهای خاص گرفته می شود و پس از آن مواد جابجا شده در بسته های مخصوص بر آن بار و به خارج برده می شود. حکمتیار از اعضای ولسی جرگه خواست که هیئت را برای بررسی این موضوع تعیین کنند تا ببینند که این تیاره ها به خواست چه کسی به افغانستان میآیند و چه چیزی را با خود انتقال می دهند. مسئولان اداره هوانوردی ملکی تماس تلفنی ما را در این مورد پاسخ ندادند، اما مقامات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی این ادعاها را رد کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ادعا می کند که در این اواخر تیاره های مشکوک بدون نشان و لوگوی خاص به افغانستان می آید و پس از بارگیری از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از افغانستان خارج می شوند. رهبر حزب اسلامی که در خطبه نماز جمعه سخنرانی می کرد گفت که از آمد تا رفت این تیاره ها محافظین موظف و کارمندان میدان هوایی از کار منع می شوند، زیرا به گفته وی امنیت این تیاره ها از سوی نیروهای مقامات ارشد گرفته می شود. وی می افزاید که در این تیاره های مشکوک اشیای جابجا شده در بسته های مخصوص بار می شود و به خارج از کشور انتقال داده می شود. تیاره های بدون لوگو، بدون نشان، فهمیده شد و مربوط به کدام کشور و کدام شرکت است. در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می نشینند و پرواز می کنند، میرن و می آیند به طور مکرر که امنیت میدان هوایی هم به طور فوق‌العاده و نه توسط محافظین میدان هوایی بلکه محافظین فوق‌العاده از محل دیگر تامین شد. حکمتیار از اعضای ولسی جرگه خواست که هیئت را برای بررسی این موضوع تعیین کنند تا ثابت شود که این تیاره ها به خواست کی به افغانستان می آیند و چه چیزها را با خود انتقال می دهند. لازم است پارلمان به این موضوع مهم، هم موضوع مهم ملی، خود بپردازد، هیئت را توضیح کنند، بررسی کنند قضیه را، چه تعدادی تیاره ها آمدن، چه چیز را با خود بردن، چرا بدون تفتیش انتقال یافتن، چرا تیاره های بدون لوگو نشان میاد و چرا امنیتش توسط اداره دیگری تامین میشه، اداره که در دزدی ها شریک است، در غارت شریک است و امنیت افراد هم که اقرابا و خویشاوندان مسئولین هم از طرف ازنا تامین میشه و بدون ترس و بیم و مانع هم انتقال می ترس دلشان بخواه. طلا است، پول است، دلار است، حتما امین است، چیز دیگری نیست. تلاش کردیم که در رابطه با این تیاره ها نظر کارمندان هوانوردی ملکی افغانستان را نیز بگیریم، اما آنان به تلفن ما پاسخ ندادند. این در حال است که قمندان عمومی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به تازگی از وظیفه برکنار شده است و به عوض وی رئیس پیشین محافظین خاص رئیس جمهور غنی به کار گماشته شده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که حکومت جدید ایالات متحده باید بر روند صلح افغانستان و خروج نیروها از این کشور متعهد باشد. شاه محمود قریشی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته است که وی از حکومت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا توقعات بیشتر دارد تا روند صلح افغانستان و خروج نیروهای نظامی از آن کشور را ادامه دهد. قریشی گفته است که پاکستان در روند صلح افغانستان نقش مثبتی ایفا کرده است، اما برخی از حلقات افغان
در داخل افغانستان که از اقتصاد جنگ بهره برداری می کنند و از حمایت خارجی برخوردارند در برابر صلح موانعی ایجاد می کنند. در همین حال وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده است که به همکاری با ایالات متحده در بخش صلح افغانستان ادامه می دهد، که زیرا موقف مشابه با حکومت بایدن دارد. پاکستان در رابطه به مسئله افغانستان با پالیسی های اداره جدید ایالات متحده آمریکا موافق است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک مصاحبه تازه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که پاکستان برای اقدامات آینده اداره تازه آمریکا و رهبری جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور امیدهای بزرگ دارد که در این اقدامات روند صلح و خروج نیروها را تعقیب کند. کشور ما از اداره ایالات متحده توقعات بزرگی دارد که روند صلح و خروج نیروها را تعقیب کند. من فکر می کنم که اداره بایدن باید به یاد داشته باشد که در افغانستان فرصت بزرگی میسر شده است. آنان باید پیش بروند، زیر را پس از یک مدت طولانی به سوی مسیر درست گام برداشته ایم. شاه محمود قریشی در اظهاراتش گفته است که پاکستان در تسهیل و پیشرفت‌های پروسه صلح افغانستان نقش محوری داشته است و از آمریکا خواسته است که توافق صلح با طالبان را عملی کند. قریشی گفته است که پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت داشته است، اما در داخل افغانستان برخی از حلقات افغان که از اقتصاد جنگ استفاده می‌کنند و از خارج حمایت می‌شوند در برابر پروسه صلح موانع ایجاد می‌کنند. پاکستان برای مذاکرات آمریکا و طالبان زمینه سازی کرده است و اکنون از آمریکا می خواهد که توافق را عملی کند. ما نگرانی داریم، زیرا احساس می کنیم که خشونت ها فضای اعتماد را برهم می زند. ما واقعا محیط مناسبی را برای پروسه صلح مهیا نموده ایم، اما برخی از حلقات مخرب داخلی افغانستان از اقتصاد جنگ بهره برداری می کنند. در این زمان وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده است که کار مشترک با آمریکا را در رابطه با پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهد. قریشی یادآوری کرده است که هنگام حکومت دونالد ترامپ روابط آمریکا و طالبان با تلاش‌های خلیلزاد و وساطت پاکستان بهتر شد و امید است که با توجه به موقف مشترک این روند را مشترکاً به پیش ببرد. هنگام اداره ترامپ روابط با طالبان زمان بهتر شد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با وسیله پاکستان برای پروسه صلح زمینه سازی کرد. من فکر می کنم که آنان باید این روند را به خاطر منافع خود تقویه کنند. پالیسی، فکر، اهداف و دیدگاه ما با اداره جدید آمریکا نزدیک است. وزیر خارجه پاکستان مذاکرات جاری میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه را بدتی می‌خواند و می‌گوید که ادامه خشونت‌ها می‌تواند این پروسه را با مشکلات جدی مواجه کند. اعضای دفتر طالبان در قطر با اعضای مجمع مردمی صلح در رابطه با روند صلح گفتگو کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شب گذشته شهاب الدین دلاور و هیئت همراهش نشست را با اکبر آقا رئیس شورای مجمع مردمی صلح و هیئتش از طریق کنفرانس آنلاین در کابل برگزار کردند. طالبان میگویند که در این نشست وضعیت کنونی مذاکرات بین الافغانی به بحث گرفته شد و فرصت مناسب برای استقرار یک نظام اسلامی و تحکیم صلح خوانده شد. طالبان میگویند که در این نشست بر عملی نمودن توافقنامه دوحه با ایالات متحده تاکید شد و قتل‌های هدفمند توسط حلقات استخباراتی در کابل و شهرهای بزرگ نیز یک موضوع این نشست بود. بر دور دوم مذاکرات صلح در قطر 3 هفته سپری می شود که ادامه دارد، اما تا اکنون هیچ گونه پیشرفت در آن نشده است. آگاهان امور می گویند هرچند انتظار می رفت که در این مرحله مذاکرات هر دو طرف وارد موضوعات اساسی می شوند و بحث های را در مورد برقراری آتش بس و پایان جنگ آغاز می کنند، اما به نظر می رسد که هر دو طرف منتظر موقف حکومت جدید آمریکا هستند. هرچند اعضای
تیم مذاکره کننده یا دولت افغانستان میگویند که منتظر پاسخ پیشنهادهای ارائه شده به جانب مقابل هستند، اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به کابل نیوز گفت که طرف مقابل هنوز موضوعات خود را برای آجنده با آنها نسپرده است. هرچند انتظار می رفت که هر دو جناح مذاکرات در دور دوم مذاکرات صلح مسائل اساسی را به بحث بگیرند و در مورد راه‌های برقراری تشبث و پایان جنگ بحث کنند، اما با وجود سپری شدن 3 هفته هیچ گونه پیشرفتی در این مذاکرات دیده نمی شود. اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید میدانند که تأخیر مذاکرات از افغانها قربانی میگیرد، اما به گفته آنان در این بخش مسئولیت خود را ادا کردند، پیشنهادهایشان را به جناب مقابل سپردند و منتظر پاسخ آنانند. ما میدانیم که هر لحظه تأخیر در مذاکرات شاید خون انسان بیگناه در افغانستان ریخته شود. به این اساس ما نه تنها که تعلل نمی کنیم در مذاکرات، بلکه به خاطر تسریع روند ما هر موردی را که پیشنهاد کردیم میکانیزم های عملی از او را با دقت سنجیدیم. اما سخنگوی دفتر طالبان در قطر با کابل نیوز گفت که طرف مقابل تا هنوز موضوعاتش را برای جندا بانان نسپرده است. آگاهان امور میگوید از روند بطی مذاکرات معلوم می شود که دو طرف در رابطه با صلح منتظر موقف حکومت جدید آمریکا می باشد. با زعم پاکستان، افغانستان بهترین روزهایی که باید مذاکره میکرد امرای طالبان از دست داده و از این به بعد یک معامله سیاسی میشه، فقط وقتی که شد در دوحه و مردم افشا میشه. اشتروس پوری نه ده دولت هیئت بودی سلسله که ما دلچسپی داریش جدی که خود خدم والی او نه ده طالبان و هیئت بودی سلسله که کوشش که طالبان و هیئت که کوشش که چه غاته زر کسا بندیانی خلاشی او تسنگی ده اسلامی نظام یا ده اسلامی دولت جوری دو پا حدسه که دی او همه ده خپلو افراد و مشرانو د تور لسه د وټول مسایل مطرح کړي. دا مسایل تقریبا جریان لري. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که حلقات از حکومت در داخل کشور از پروسه جاری صلح در هراسند و به همین دلیل اظهارات تحریک‌آمیز میکنند و میخواهند که فرصت موجود در مورد پروسه صلح را از بین ببرد. انتظار میرفت که در این دور بر مسائل مهم و اساسی تمرکز شود و قضایای چون آتش بس، حکومت جدید قابل قبول بر همه اطراف، نظام آینده، چگونگی نظام، انتخابات و قضایای مهم دیگر، بحث‌های جدی و کمی صادقانه آغاز شد. اما متاسفانه در این دور نیز و بار دیگر شاهد تلاش‌هایی هستیم ماجراجویانه برای تخریب این دور دوم مهم مذاکرات. این در حال است که کابل نیوز در رابطه با حکومت موقت معلومات موجود طرح را نشر کرد که قدرت در آن میان جمهوریت و طالبان 50-50 تقسیم می شود. برخی از فعالان مدنی میگویند که حکومت باید در رابطه با ترور خبرنگاران و فعالان مدنی معلومات واضح را در اختیار مردم قرار دهد و عاملان آن را مجازات کند. مسئولین برخی از نهادهای جامعه مدنی و اعضای خانواده های قربانیان قتل های هدفمند در کابل گرد هم آمده و میگویند هرچند حکومت میگوید برخی از افراد را به این اتهام گرفتار کرده است، اما به گفته ای آنها هیچ گونه معلومات در این مورد با آنان شریک نشده است. فعالان مدنی میگویند برخی از حلقات داخلی و خارجی تلاش میکنند صدای آزادی بیان را خاموش نمایند، اما آنها تاکید میکنند که هرگز اجازه نمیدهند صدای عدالت خواهی خاموش شود. برخی از اعضای نهادها و فعالان مدنی در کابل تجمع نمودند و در بخش قتل‌های هدفی اخیر در کشور به خصوص در کابل
بر تلاش‌های حکومت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که مسئولان امنیتی در این بخش ناکامند. آنان می‌گویند که حکومت باید دوسیه‌های ترور خبرنگاران و فعالان مدنی را به گونه شفاف و بی‌طرفانه بررسی کند و عاملان آن را مجازات نماید. عاملین قتل‌های و ترورهای هدفمند شناسایی شود. وقتی که شناسایی شد باید اینا در محضر عام محکمه شن و اینا باید به سزای اعمال خود برسن تا درس عبرت باشه به سایرین کسایی که پلان دارن همچون ترورها را انجام بدن. هر قدر ما سکوت و رکود اختیار کنیم به نحو ترورستان داخلی و بیرونی تلاش میکنند که صداهای ما را خفه کنند. فعالان مدنی خواهان گرفتاری قاتلان خبرنگاران و فعالان مدنی شدند و می افزایند که حکومت باید کشته شدن خبرنگاران و فعالان مدنی را تنها تا نکوهش محدود نکند، بلکه در این رابطه باید اقدامات مؤثر و جدی نماید. خانواده های قربانیانی که در قتل های هدفی کشته شدند می گویند حکومت ادعا می کند که قاتلان برخی از افراد را گرفتار کرده است، اما آنها نمی دانند که این ادعا تا چه حد واقعیت دارد. حکومت سه تر از مهاجمین یا مظنون را دستگیر کرده، با ما معلومات شریک ساخته نشده و قسمی که شما از رسانه ها و فیسبوک ها یا ببینید، ما هم مثل شما از رسانه ها و صفحات اجتماعی را مشاهده کرده و معلومات به دست آورده. ارائه پاسخ روشن چرایی ترورهای هدفمندانه فعالین جامعه مدنی افغانستان و خبرنگاران، شناسایی هرچی عاجلتر عاملین اصلی ترورهای هدفمندانه خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی افغانستان با ارائه مستند. فعالان مدنی در حال خواهان گرفتاری و محاکمه قاتلانی که در این اواخر شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را در حملات هدفمند کشتند هستند که حکومت چند روز قبل از گرفتاری قاتلان یوسف رشید رئیس اجرای انتخابات آزاد و عادلانه خبر داد. اما خانواده وی میگوید که در این مورد کسی به آنان خبر نداده است. قاتلان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که به هدف جلوگیری از قتل‌های هدفمند وسایل نقلیه فاقد اسناد قانونی از شهر جلال آباد جمع‌آوری می‌شود. مقام‌ها میگویند بیشتر قتل‌های هدفمند اخیر با استفاده از ریکشاهای بی‌پلید و سایر وسایل نقلیه صورت می‌گیرد که در شهر فعالیت می‌کنند اما اسناد قانونی ندارند. برخی از باشندگان شهر جلال آباد از این اقدام حکومت استقبال می‌کنند، اما برخی از رانندگان ریکشاها می‌گویند با وجود اینکه وسایل آنان اسناد قانونی دارد، از آنان پول گرفته می‌شود و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که عبور و مرور بسیار زیاد رکشاها در شهر از یک سو بر ازدحام مردم افزوده است و سوی دیگر در این اواخر سبب دردسر شهریان نیز شده است. باشندگان شهر جلال آباد میگویند که بیشتر قتل‌های هدفی و سرقت‌های مسلحانه در این اواخر با استفاده از وسایل بی‌پلید و رکشاها صورت میگیرد که سبب نگرانی مردم شده است. نن سبا چې کوم دا رشکی نیول شروع شوی دی، نو دا ډیر حق دام دی، ولې چې دا ټول فساد یا وشتل یا غلا دا ټول دی هم دی رشکونه کې موټر بې نظمی زیاته ده، خر کې ګڼزونه دی، خلک زیاته ده، باید چې یو سیستم ته جوړ شي چې خاري موټرې یو به کرایه کمی یو بل به دا رش زیات یا مسئولان ولایتی ننگرهار میگویند که به هدف جلوگیری از قتل‌های هدفی وسایل را از شهر جلال آباد جمع‌آوری می‌کنند که اسناد قانونی ندارند. مقامات میگویند که بیشتر قتل‌های هدفی با استفاده از رکشه‌ها و اراده‌های دیگر که اسناد قانونی ندارند صورت می‌گیرد. موږ به په دې نږدې ورځو کې اشترینګي رکشاوې چې په ښار کې در رفت و آمد لري او په ښار کې ګرځي، دا به په لینونو د ولسوالیو لکه چپلیار، سرخرود، رودات او د کامې په استقامت باندې تنظیم کړو او دا نورې رکشاوې به په دوه رنګه باندې وویشو. د دوی بایومتریک روان جریان لري. تاسو پنه چې اکثریت
رکشا چلاون کو جالب پلیټون سب کړی دی مثلا یو رکشا ته پلیټ ورک ورشه وای دی او دوی څو رکشا وا هغه کاپی کړی دی خاص په تګ راتګ کې په دې مخه چې دا خط تثبیت شي بایومټریک شي دوی نیول کیږي او غسا دی ټول قتل کیږي له هغه ورسته هغه چې جالب پلیټ ویل هغه سره په قانون کړن تر سره کی. اما برخی از رانندگان رکشا شکایت میکنند که مسئولان این ولایت بدون این که اسناد آنان را بگیرند آنان را گرفتار میکنند، اذیت میدهند و از ایشان پول میگیرند. آنان میگویند که برای نظارت اراده ها در شهر باید یک سیستم منظم ایجاد شود تا مشکلات موجود حل گردد. بس ریشکه را نیولید و بس پختنه نشته دن و بس رو را بس ریش از کارت یا چک پین که او داری بس رو را نور خبر معلومه نده چه خبر چه ده قانونی پلیت هم لرو پلیتون را کری دی غیر قانونی کار منگ نده کرده اول دی یو پلیت بانده لس پینزل از ذره اول از ذره روپای منگ نتیلی دی نو داغ یو پلیت اصفانه لس روپای قیمت لری دا یو زورکا ولی دو نورکا ولی یو بای مخی لگاولی یو بای شاعت لگاولی. قرار معلومات همین اکنون بیش از 30,000 اراده رکشا در شهر جلال آباد فعالیت دارند که تعداد بیشتر این رکشاها اسناد قانونی ندارند و مقامات میگویند که هنوز هم رکشاهای دیگر نیز وارد می شوند که نظم شهری را برهم می زند. ادامه یه خبر. جمهوری خواهان در سنای امریکا از دموکرات ها خواستند تا آغاز محکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشون امریکا را تا ماه آینده میلادی به تعویق بیاندازند، زیرا به گفته آنان این تأخیر به ترامپ فرصت میدهد تا وی آماده ی دفاع شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشون ایالات متحده امریکا متهم به تحریک طرفدارانش در حمله بر کنگرس است که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. به دنبال این رویداد اعضای وال استریت جرگه امریکا با 232 رأی مثبت خواهان استیضاح دونالد ترامپ شدند. در نتیجه یک حمله موتوربمب در هند 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش اندیا تایمز در انفجار حمله موتوربمب در ایالت کارانتاکا در جنوب غربی هند موجب کشته شدن 8 تن و خسارات مالی گسترده شد. گفته می شود که این انفجار به حد نیرومند بوده که ساختمان های بزرگ را در فاصله های دور تخریب کرده است. از سوی دیگر 5 تن در اثر آتش سوزی در کارخانه انستیتوت سیروم هند در غرب پونا کشته شدند. سپاس از توجهتون. به خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.